موضوع شریفتون که از همین بحث شروع کنیم. به هر حال فوتبال ایران در همین هفته یک شکست خیلی سنگین رو تجربه کرد که خیلی ها رو بار دیگه متوجه مدیریت در ساختار ورزش هم میکنه. ساختار ورزش سالهاست در اختیار نظامی هاست و البته ساختار اقتصاد، هر دو ورشکسته. چرا؟ آیا نظامی ها کار ورزشی و اقتصادی بلد نیستند؟ نظامی ها فقط کار اقتصادی برای خودشون بلد هستن، نه برای ساختاری که اداره میکنه. من همین دیروز یک خبر جالبی شنیدم. جوانکی داره ازدواج میکنه، پدرش در یک ساختار نظامی نقشی رو داره و هنوز درسش تموم نشده، یه خانه چند میلیارد تومانی دارن براش میگیرن. حالا آقای قالیباف میگفت 4%، ولی عملا این 4% کیا هستن؟ تازه به دوران رسیدایی که از ساختارهای نظامی تونستن موقعیت‌های بسیار خوب مالی به دست بیارن بدون اینکه سختی‌های تحمل کنن که مردم عادی و درس خونده هایی که لیاقتش رو دارن در حقیقت بهش برسن. و اتفاق مهم این است که اینها دارن همه ساختارها رو نابود میکنن و اگر همین روند رو ادامه بدیم ما ویران زمین خواهیم داشت به جای ایران زمین. ممنونم، برمیگردم به نیکا انگ عزیز. آقا ادایی، همزمان با همین رویدادها در ایران در مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه جدیدی به کار گماشته شده، اگرچه رئیس مجلس در مقام خودش ابقا شده و آقایان پزشکیان و همچنین علی مطهری هم سمت نایب رئیسی رو حفظ کردن، اما گفته میشه برای رسیدن به این مرحله در پشت پرده جنگ و جدلی برپا بوده. در مجلس چه میگذره این روزها؟ عرض کنم که ببینید، یه نکته ای که توی به اصطلاح انتخابات نمایشی مجلس بوده که بیشتر از به اصطلاح دیگر نمایشات، این جنگ و جدال های درونی اینا و نوع تعادل قوا، آرایش قوا در داخل سیستم رو نشون میده. چون درسته که از نظر به اصطلاح سیستم حکومتی در ایران بخش بسیار مهمی از قدرت دست خامنه ایه و میتونه عدل رو نصب بکنه، ولی در داخل خود سیستم نارضایتی ها یا به اصطلاح مخالفت هایی که با او هست میتونه به اصطلاح مجبورش بکنه به اینکه یه سری تصمیمات رو اتخاذ بکنه، تغییر جهت بده، مثل سال 2012 که وارد مذاکرات هسته‌ای شد، یا سال 2013 که مجبور شد انتخاب روحانی رو به ما رئیس جمهور بپذیره یا بره اصلا دنبال اینکه رئیس جمهور بشه. بنابراین من میتونم بگم که بیش از همه جا مجلس نمادی از آرایش درونی خود سیستمه، داخل خود سیستمه که کدوم جناها به صورت دست بالاتر دارن. نکته بسیار مهمی که از ورای جنگ و جدال ها که حالا در بقیه بخش های دیگه هم میبینیم بزمام اینه که بلوکه بودنه، یعنی اینکه هیچ جناهی داخل مجلس بر هیچ جناهی به طور کامل تسلط نداره. این نکته اولشه، هیچ کس تسلط کامل نداره. مثلا ما دورهای خیلی قبل میدیدیم، مثلا یه دوره مثلا اصلاح طلبان اکثریت مطلق رو داشتن، یه دوره بعدش مجلس هفتم اون عده‌ای که میگفتن آبادگران که اومدن و بعد شدن اصولگرایان صد دسته شدن، اونها بازم یک دستر دستشون بود. ولی الان چیزی که مشخصه این آرایش قوا هست داخل مجلس تشتته. یعنی علارغم همه تلاش که خامنه‌ای کرده یا تلاش هایی که جناح مقابلش کردن، هیچ کنون نمیتونن دست بالا رو بگیرن. از توش چه نتیجهی در میاد؟ درسته که مجلس هیچ قدرتی نداره، یعنی مجلس تصمیمات استراتژیک یا کلان رو که نمیتونه بگیره که، ولی اون چیزی که نشون میده به بیرون نشون بده همین جنگ و دعواهاست، بلوکه بودنه، هیچ کس بر هیچ کس تسلط نداره و هیچ کس هم نمیتونه خط خودش رو به طور کامل پیش ببره، یعنی طرف مقابل جلوش رو میگیره. ممنونم. آقای کوثر، نگاه به هیئت رئیسه و آرایش اون، آیا آرایش اصلاح طلب معابانه یا همون اعتدالگرا رو در رأس قدرت در رأس هیئت رئیسه میگذاره؟ و آیا میشه گفت دولت و مجلس در ایران الان در یک سو و یک سمت دارن حرکت میکنند؟ والا من از منظر آرایشگاهی و پیرایشگاهی به قضیه نمیتونم خیلی واضح نگاه کنم. والا یه سری جماعت دارین که آرایششون خیلی بده، هرچی نگاه کنیم هم ریختشون خیلی ماشاءالله بده، خوشتیپشون احتمالاً علی مطهریه و یا فامیلشون علی لاریجانی به عبارتی. ولی ببینید، ترکیب چیزی که هست، میشه حالا اسم اعتدالگرا رو مثلا
تا حدی روش گذاشت. یعنی چیزی است که حتی علی لاریجانی هم با تغییر و چرخشی که در طی چند مدت اخیر کرده همراهی بیشتری با دولت روحانی داره. حالا منفعتش، منافعش به این سمت میشه تا حدی گفت سر اون لابی هایم که عارف کرد و اینکه مثلا حالا ترکیب چیزی بشه که مجمع اصلاح طلبان هم راضی تر باشه تا حدی نزدیک به اون اصلاح طلبان حکومتی است. اما در به قول معروف نگاه کلی من یاد کارتون سگ گربه میفتم. جفتشون عملا به یک بدن وصل هستن، ممکنه ظاهرشون فرق بکنه اما در ذات یکی هستن. این سوال رو نیکا انگزین جهت پرسیدم که بدونم آیا همراهی و همسویی مجلس و دولت در ایران به گواه تاریخ میتونه زمینه رو برای پیشرفت کشور ایجاد کنه؟ آیا واقعا میشه امید داشت که در 4 سال آینده این دولت و مجلس، حالا دست کم در 3 سال باقی مانده از این مجلس، بتونن کمک کنن به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران؟ اگر چارچوب های انتخابی در قلعه حیوانات و یا در جهانی که اورول در 1984 تصویر میکنه اینها تونستن به نفع مردم عمل بکنن، فکر کنم جمهوری اسلامی هم ساختار انتخابیش به همون سمت به نفع مردم کار میکنه. ببینید در کشوری که تصمیم عملا جای دیگری گرفته میشه و آرا بر اساس این که کسی دیگری راضی باشه از روی نمایندگان داده میشه و حتی یک ابستراکسیون ساده شکست میخوره، مثلا در هنگام تصویب اصلاحی قانون مطبوعات، اون هم در زمانی که فضای کشور اینقدر مثلا به نفع جبهه دوم خرداد بود، الان دیگه چه انتظاری داریم؟ بسیار ممنونم نیکاهنگ. آقای دایی، نقد نیکاهنگ رو شنیدیم که بسیار نقد به جایی بود با اشاره به یک واقعه تاریخی مانند لوایح دوقلو و البته لایحه اصلاح ساختار قانون مطبوعات در کشور که هر دو با حکم حکومتی علی خامنه ای در مجلس ششم از ادامه باز ماند. ولی از یک سمت در شرایط فعلی جبهه‌گیری و موضع‌گیری تند صادق لاریجانی رو داریم در مقابل دولت و مجلس. آیا فکر میکنید که در حال حاضر نقش تندروها یا فشار بر گرده مردم و جامعه رو قوه قضاییه به عهده گرفته، پلیس خوب پلیس بد، نقش پلیس بد رو صادق لاریجانی بر عهده گرفته؟ عرض کنم که حرفایی که صادق لاریجانی زد که در داخل سیستم کاملا درسته، که به روحانی گفته بود اصلا مسئله حصر رو برداشتن، حصر آقایان موسوی و کروبی خانم رنهاد به تو ربطی نداره که وعده و وعید میدی دورش صحبت کنی، درست هم میگه، به اون ربطی نداره، کاری نیستش. که یادم میاد که فکر میکنم خاتمی بود، سال اول یا دومش بود که شد رئیس جمهور، یه حرفی زد نمیدونم چی بود، ولی همین جنتی در نماز جمعه حرفی زد، گفتش که این آقای رئیس جمهور مثل که نمیدونه ولایت فقیه یعنی چی، یا سیستم حکومتی رو نمیدونه. در سیستم حکومتی ما ولی فقیه یک وقتی یه مطلبی رو میگن، دستوری که میفرمایند، رئیس جمهور باید بگه سمعن و طاعتن، من شنیدم و اجرا میکنم، بگه بقیهش حرف اضافه است. این حرفی که لاریجانی میزنه واقعش هم همینه، حرفی که خود خاتمی بعد از 8 سال گفت در مقابل ما دیوار بلندی بود که اونم قانونیه، یعنی ولی فقیه همه قدرت رو داره. اما یه نکته‌ای که برمیاد که آقای نیکاهنگ هم اشاره کردن و ناظران خارجی خوب دارن میبینن که آیا مشکلات مردم حل میشه یا نه، اینه که همه بلوکه بودن سیستمه. من دقیق یادمه وقتی که سال 2003 و 2004 که خاتمی دورش داشت تموم میشد و همه صحبت این بود که چه کسی رئیس جمهور میشه، بسیاری از کارشناسانی که طرفدار نزدیکی با جمهوری اسلامی انا میگفتن خوب شد خاتمی داره میره، شاید یک کسی بیاد که به ولی فقیه و خامنه‌ای نزدیکتر باشه، اینقدر بلوکه نکنن همدیگر رو، اینقدر رقابت نکنن همدیگر رو، جلوی همدیگر رو نگیرن، سیستم بتونه کار پیش ببره. درست؟ من یادم اون موقع صحبت حسن روحانی شد برای اولین بار، میگفتن یه پراگماتیسم نزدیک به ولی فقیه میتونه سیستم رو از بلوکه بودن در بیاره. بعد که احمد نژاد شد رئیس جمهور کلی خوشحال بودن، سال اولش کلی شادی میکردن که خب دیگه الان وقتی یه تصمیمی که رئیس جمهور بگیره حتما با نظر ولی فقیه بوده، بنابراین اختلاف اینه کارا پیش میره. دیدیم که خیلی سریع اختلافات پیش اومد، حتی در مذاکرات هسته‌ای احمد نژاد به طور مشخص خواهان سازش بود بعد از که ترکیه برگشت در سال 2010 و خامنه‌ای مخالفت کرد.
یعنی اون موقع جلیلی بود، خامنه‌ای مخالفت کرد، احمد نژاد کاملا موافق، حتی ایجاد رابطه بود با آمریکا، اختلافات شروع شد. یعنی میخوام بگم این اختلافات، آن چیزی که از توش در میاد اینه که هیچ کس نمیتونه کار جلو ببره. شما فکر کنید الان یه سرمایه گذار خارجی داره نگاه میکنه، درست؟ از توی این دعواها چی در میاد؟ که هیچ سیاستی پیش نمیره، من امنیت ندارم. خب توی مملکتی که هیچ کسی امنیت نداره، تو خود مقامات حکومتی رئیس جمهوریش تصمیم نمیتونه بگیره، چه کسی امنیت رو میخواد امنیت سرمایه رو تضمین بکنه؟ خب دارن اون رو نگاه میکنن دیگه، که آیا میتونه کار ببره جلو روحانی؟ هیچی نمیتونه. بنابراین از دعوا و اینها اگه ما بخوام نتیجه‌گیریه که طبیعیش اینه که برای اینکه یه کاری پیش بره توی مملکت باید سیاست های کلانش رو همه با هم موافقت بکنن. الان مهمترین مسئله مسئله کشور برای مردم ایران مسئله اقتصادیه که اصلا سیستم مافیا زده است، هیچ کاریش نمیشه که بگیم اصلا هیچی، جذب سرمایه گذاری خارجی. خب تر همین یک کلمه میتونن را برن، میخواد روحانی رفع تنش بکنه، اینا میرن سیامک نمازی رو دستگیر میکنن، میان سنگ میندازن. خب از توش چی در میاد؟ از توش در میاد بلوکت، هیچی از توش در نمیاد. حالا چه اتفاقی افتاده که این دفعه میتونه روحانی کاری بکنه؟ هیچ، هیچ چیز جدیدی اتفاق نیفتاده که. بی نهایت ممنونم آقای دایی، برمیگردم بهتون روی همین بحث. اما نیک آهنگ، از هفته گذشته که برنامه ما تمام شد به این سمت، ماجرای دانشگاه آزاد، آقای میرزاده، به عبارتی اخراج یاسر هاشمی و اون چه حرفایی که آقای ولایتی در هیئت امنا زد، کسی که جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی شد، و بعد موضع‌گیری تند حسن خمینی. من تا به امروز نمیدونستم حسن خمینی که در زمان تأسیس دانشگاه آزاد با احتمالاً یا خردسال بوده یا اصلا به دنیا نیامده بوده، عضو هیئت مؤسس و هیئت امنای اونه. چه اتفاقی در دانشگاه آزاد میفته و چرا دعوای دو جناح حاکمیت در دانشگاه آزاد تا به این اندازه چشم گیره؟ حسن خمینی بعد از مرگ احمد خمینی در واقع جانشین اون شد و عملا وقتی وارد مجموعه شد، خب یک جوان 20 و چند ساله بود. اما وقتی که هاشمی رفسنجانی مرد، فشارها برای خارج کردن بخشی از باقی مانده های اون، رسوبات اون در مجموعه های مختلف شروع شد، چه در مجمع و چه در دانشگاه آزاد. یعنی یاسر هاشمی فقط در اونجا نبود که موقعیت خودش رو از دست داد. مسئله دیگر این هست که حرفی که آقای ولایتی زد خیلی جالب توجهه، اون هم این هست که در طی 35 سال یک حسابرسی صورت نگرفته در مجموعه‌ای که یکی از ثروتمندترین مجموعه‌های مالی کشور هست، فکر کنم نزدیک 500 هزار میلیارد تومان صحبت سرمایه اون هست، اما میتونه به نظر من خیلی بیشتر باشه به خاطر املاکی که در اختیار داره دانشگاه آزاد در نقاط مختلف ایران. یعنی شما گاهی وقتا شاهد این هستید که ممکن حتی زمانی میگفتن یک در یک روستا دانشگاه آزاد میزنن، حالا یک دانشگاه آزاد میزدن روستا رو دور اون جمع میکنن و بر اساس اون میسازن. ببینید مسئله دانشگاه آزاد، ما در این هفته که گذشت یک گزارش راجبش داشتیم توی ایرانیستاز در همین ارتباط بود. آقای میرزاده به هر شکل درست است که زمانی به عنوان معاون دولت نقش بازی می‌کرده، رابطه قوی هم با میرحسین موسوی داشته و هم با هاشمی رفسنجانی، ولی گرایشش به هاشمی رفسنجانی خیلی بیشتر بود. یعنی هر چقدر آقای جاسبی در نظر بگیریم که نزدیک بود با هاشمی، میرزاده چند برابر این ارتباط رو داشت. و الان داره قضیه هاشمی زدایی رو ما داریم میبینیم. یک دوره در زمان احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه، از طریق برادران دانشجو دیدیم که جاسپی رو اول زدن کنار و حقوق چند هزار پوندی مهدی هاشمی در آکسفورد رو قطع کردند، که در حقیقت به عنوان یه تصفیه حساب بود با هاشمی رفسنجانی و گروهمون. اما این دفعه دیگه فقط هاشمی رفسنجانی نیست، ساختار و سیستم هاشمی و تمام چیزهایی که وابسته به هاشمی هست رو دارن از اونجا حذف میکنن. این حذف، آقای دایی، آیا شما با حرفای آقای کوثر موافق هستین ابتدا و بعد فکر میکنید این حذف چه دلیل داره؟ به هر حال هاشمی
به اینها اگر به من و شما خدمت نکرده باشه، به علی خامنه‌ای و اذنابش بزرگترین خدمت رو کرده. چرا باید هاشمی از دانشگاه آزاد حذف بشه؟ خب یکی پول. بالاخره دانشگاه آزادی که مهمترین مراکز انتفاعی، حالا با مزدز من هم چرا این رو آقای نیکان بهتر میدن یا شما که آشنایی دارید، من هم چرا به این بسیار دانشگاه خصوصی میگن غیر انتفاعی؟ من اینو متوجه نمیشم. نه حالا اینو من بعدا توضیح میدم که اصلا واژه غیر انتفاعی به چه دلیل استفاده میشه. ولی یکی پوله، مثلا پوله، بالاخره نهاد پولسازیه و اهمیت اقتصادی داره، بعد قدرت ایجاد میکنه. وقتی شما یه همچی چیز مثل دانشگاه دارید، برای هر جنایی که دستش باشه قدرت ایجاد میکنه. بعدم که حالا که رفسنجانی مرده دیگه خامنه‌ای استفاده نکنه، خب کی استفاده بکنه؟ الان بهترین موقع است، ولایتی گشته اونجا دیگه، رفسنجانی هم که نیست و فعلا هم که جناح مقابل در شادی به اصطلاح پیروزی در انتخابات دارن مزه مزه میکنن، بهترین موقع است اومدن به اصطلاح بزنن و ببرن. یه نکته جالبی که در مورد همین دعوای، یعنی هر طرف رو شما الان دست میزنید، هر طرف، یعنی دو هفته است دیگه نمایش انتخابات، دو هفته تو خارج بیاد نگاه بکنید، تو خارج تصویری که دارن میدن آدمای حکومت که بله روحانی اکثریت 73% شرکت کردن، نمیدونم چندین میلیون بهش رای دادن فلان، این قدرتمند، بنابراین ولی نصف گفته بعد بهش آمریکا امتیاز بدید، اینسنتیو بدید، جمهوری اسلامی پاداش بدید، بالاخره یه جوری به جمهوری اسلامی، حالا که اومده روحانی قدرتمند، پیام ایران مثلا فلان فلان، یعنی انتخاب روحانی این پیام ها رو داره دیگه، بنابراین جامعه بنابراین این پیام ها رو بپذیر، مطابق اون پاداش هم بده. آن چیزی که به نگاه بکنه هر کسی، سرمایه‌دار، سیاستمدار خارجی، بگه آقا گزارش روزانه وضعیت ایران رو بیارید، میگه آقا تو مجلس گریبان همدیگر گرفتن، قوه قضاییه با دولت در افتاده، مسئله حجاب رو دوباره شروع کردن، سر دانشگاه آزاد دارن پدر همدیگر در میارن، همدیگر دارن بیرون میکنن، برای هم دارن پرونده سازی میکنن، حالا بماند در جریان نمایش انتخابات هم چجوری به جان همدیگه پریدن. صحبت تقلب هم هست، اون یکی گفته من 16 میلیون رای دارم، دولت در سایم، یعنی از توش چه پیامی میده؟ آیا پیام قدرت میده؟ پیام بی‌اعتباری و جنگ و دعواست. یعنی هر طرف رو شما میگیرید، هر طرف رو میزنید نگاه میکنید، بحران نارامیه، مردم جمع شدن به خاطر اینکه مالشون رفته، این نهادهایی که درست شده، مؤسسات مالی که فقط مردم رو با کمک سپاه پاسداران میچاپن، هیچ کی نیستش از اینا مردم دفاع بکنه، نیروی انتظامی مردم رو میزن، یعنی واقع میگم نگاه بکنی یه نفر، شما به این صفحات توییتر که میرید، این گنگ لابیستا و دلالان جمهوری اسلامی میبینید، پیام قدرت روحانی نمیدونم چی، ولی نگاه بکنید به اخبار، هر بخش خبری میخواید نگاه کنید، از توش چی در میاد؟ جنگ و دعوا و بحران و رکود و تورم و اختلاف. بی نهایت ممنونم آقای دایی. فرمودید غیر انتفاعی، این رو عرض کنم که دلیل نامگذاری مؤسسات غیر انتفاعی عدم بهره‌گیری اونها یا انتفاع اونها از کمک های دولتی است، یعنی به صرف اینکه یک مؤسسه آموزشی از دولت بابت فعالیت های آموزشی خودش انتفاعی نمیگیره، پولی نمیگیره، اون رو غیر انتفاعی میخونن و مفهوم اون، البته به شوخی هم باب شده بود که هرچی بیشتر پول در میاره غیر انتفاعی تر هست. اما آقای کوثر، آقای دایی انگشت روی یکی از مهمترین و حساس ترین مسائل روز در ایران گذاشتن، ورشکستگی همزمان چندین مؤسسه مالی اعتباری، کاسپین دیروز، آرمان امروز، میزان، قوامین و مؤسسات دیگری که بیشتر هم وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی هستند. اولا چرا این مؤسسات به این ترتیب و به یک باره اعلان ورشکستگی یا اعلان عدم توانایی در بازپرداخت، چون رسما خودشون رو ورشکسته اعلام نکردن، اعلام عدم توانایی در بازپرداخت مطالبات مردم و سرمایه گذارانشون کردن و تا چه اندازه فکر میکنید دولت در دامن زدن به این ماجرا برای محدود کردن دست نظامی ها نقش داره؟ صداتون رو ندارید؟ بله بله بفرمید. من با یک کارشناس اقتصادی صحبت میکردم و راجع به همین ماجرا چند نکته رو تاکید کرد. گفت اولا اگر اعلام ورشکستگی بکنن، بانک مرکزی است که بایستی متعهد بشه به اینکه پول مردم رو بده، و اگر چنین اتفاقی بیفته
طبیعتاً ضرر بزرگ متوجه دولت میشه. حالا من میگم من کارشناس این حوزه نیستم و نمیتونم نظری خودم بدم راجع به این مسئله، اما این چیزی بود که در واقع سوال کردم دربارش. مسئله دیگر هم این هست که مدیریت مالی ساختارهای نظامی و نزدیک به سپاه به ویژه آنقدر بد و یک طرفه به نفع مدیریت هست که خواهناها در نهایت محکوم به شکست هستن. اینها معمولا در سیستم هایی که خودشون مولد نیستن بلکه پیمان کار هستن و سهم میگیرند تونستن سر خودشون رو بالا بگیرن، اون هم با تحمیل پروژه به دولت. اگر شما نگاه کنید ببینید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا چه در حوزه نفت چه در حوزه سدسازی و مسائل عمرانی و انتقال آب، در حقیقت پروژه های مختلف رو که عملا به ضرر منابع طبیعی ما هستن رو تحمیل کردن به دولت، و دولت هم میدونه که برای ساکت نگه داشتن سپاه و اینکه اون مقام های ارشد سپاه رو راضی نگه داره بایستی بهشون پروژه های مختلف سدسازی، انتقال آب و یا مثلا اگر سد قرار ارتفاع تاجش مثلا 50 متر باشه 30 متر دیگه هم اضافه بکنن، بعدا مثل قضیه سد سیون میفهمن که اشتباه بوده یا چیزای دیگه. این پروژه پشت پروژه که اینها دنبالش هستن برای ساخت برای این هست که نهایتاً سود ببرن. از نظر بانکی ببینید اینا وقتی که محدودیت‌های زیادی رو دارن برای اینکه در باز تولید پول برای اینکه پول رو به چرخه کشور وارد کنن و یک سیستم درستی اقتصادی رو انجام بدن، اینا برای این تربیت نشدن و اینا برای این درست نشدن، اینا فقط برای بهره بردن از ساختار درست شدن و به خاطر همین میبینید که یک سری افراد مختلف هستن که هر از گاهی لو میره که مثلا فلان سردار چند صد میلیارد تومان رو خورده یا برده یا فرار کرده، و این همین مشکلی هست که میگم در ساختاره اورولی شما زیاد میبینید. ممنونم همکارانم. همزمان تصاویری از برخورد خشن نیروی انتظامی با متحسنین در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران رو برای شما در حال پخش دارن که همین هفته این اتفاقات رخ داده در ابتدای همین هفته و متاسفانه شاهد برخورد تند نیروی انتظامی با مردم، ضرب و شتم اونها در ساعت‌های گذشته هستیم. مردمی که تمام داراییشون رو در مؤسساتی مانند آرمان، کاسپیان و همچنین میزان سرمایه گذاری کرده بودن. آقای دایی، آیا صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بانک مرکزی که وظیفش ضمانت بازپرداخت اصل وجوه سرمایه گذاری شده در مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها هست نمیتونه دیون مردم رو بهشون برگردونه؟ و اگر نمیتواند چرا؟ به هر حال این پول ها کجا رفته؟ مثلا اگر من بخوام برم یک بانکی باز کنم و برم یک سپرده عظیمی رو در بانک مرکزی بگذارم یا مستندات و اسناد لازمش رو قرار بدم و بعد پولی رو بگیرم، چرا این پول به مردم بر نمیگرده علیرغم گذشت ماها مجادله دست کم در موضوع مؤسسه مالی اعتباری کاسپیان؟ عرض کنم که من فکر کنم که اولا یکی دوتا نیستن واقعا بخواد بده بانک مرکزی، تا کجا باید بده؟ اصلا کی مسئوله؟ ببینید اگه حساب کتاب داشته باشه یه مملکتی، یعنی قوانین بانکی رعایت بشه، اصولا نباید اینا را بیفتن، پول مردم رو اینجوری بگیرن، باید نظارت بشه که به این وضعیت نفته، پشت سر هم اینا باندای سپاه هن، بدون هیچ حسابرسی این کارا، اولا غیر از سپاه هیچ کی نمیتونه این کارا رو کنه، یعنی اگه سپاه پشت اینا نباشه اصلا اجازه نداره کسی اینجوری با دست باز سالها بیاد پول مردم بگیره، به چرخه بر خودش هر کاری خواست بکنه، بعد با این پولام حساب کتاب. این گزارشه مؤسسه بازل در مورد فساد مالی در ایران که آدم میخونه سالانه گزارش میده. جمهوری اسلامی از نظر فساد مالی در دنیا اوله. الان دو کشور از نظر پولشویی و به اصطلاح فساد بانکی و فساد مالی در جهان تو لیست سیاهن. جمهوری اسلامی و کره شمالی. 9 تا کشور هم تحت نظارتن، یعنی به اصطلاح مانیتور میشن. ولی این دو تا کشور لیست سیاه. بعد مال جمهوری اسلامی، حالا کره شمالی که ما خبر نداریم. جمهوری اسلامی رو وقتی میخونی مثلا 3 میلیون حساب در آوردن. همین FATF یعنی نهادی که مبارزه با پولشویی میکنه. 3 میلیون حدودا حسابی که معلوم نیست مال کیه. بیش از 40% اقتصاد در ایران مالیات نمیده. مالیات نمیده، حساب کتاب نداره. معلوم نیست مال کیه، پولش از کجا در میاد، پولش از کجا میره. همین حرفی که رئیسی زد
ما مالیات نمیدیم برای اینکه خیریه و صدقات میدیم. خنده دار نیم. آقا این پول مالیات پول عموم تصمیم میگیره کجا خرج کنه، جاده بسازه، بیمارستان بسازه، خرج دفاع بکنه، خرج آموزش پرورش بکنه. به تو چه ربطی داره که تو مالیات نمیدی؟ میگی من خودم دارم صدقه میدم تو حرم امام رضا. خب توی همچین مملکتی معلومه باید این نهادهای مالی دوز تشکیل بشن، مال مردم بخورن، هیچ حسابرس هم نیست. ما اینجا کسیم واقعش هممون درک درستی نداریم که در ایران وقتی شما هستید کاملا احساس میکنه که هیچ کسی از شما حمایت نمیکنه در هیچ زمینه. یعنی شما وقتی که یه مشکلی دارید با قوه قضاییه، پولتونی که خورده، بدبختی کامله. پریروزی که دوستان من اومده بود میگفت یکی از مهمترین شغلا الان میرید دوربر دادگستری در همه شهرها در دادگستری ها شاهده 50,000 تومان 100,000 تومان وکیل شما یا وکیل طرف مقابل شما هر کی بیشتر پول داره میره پایین شاهده وایسادن میگه آقا شما بیا بالا شاهد بده که این زد تو گوش من، این جیب من زد 100,000 تومان 50,000 تومان 200,000 تومان. اصلا مسخره ترین بیقانون ترین سیستم قضایی و سیستم مالی، این دوتا رو با هم قاطی بکنید هیچ نظارت هم نیست. حالا شما تصور بکنید توی مملکت سر این داستان FATF یعنی نهاد مبارزه با پولشویی یقه هم دیگه رو میگیرن، میومیزه گردن روحانی، روحانی میزه گردن. واقعش اینه که این سیستم تا بن استخوان مافیاییه و بی حساب کتابه. حالا قرار ماه جون یعنی همین تا چند روز دیگه گزارش سالانه شونو بدن که آیا در لیست سیاه نگرش میدارن یا نه، باید ببینیم. قطعا باید نگه دارن اونجور که از شواهد انبر میاد. اما آقای کوسر، آقای دایی اشاره کردن به FATF، آقای نبویان هم به FATF اشاره همین اخیرا داشته بود، دال بر اینکه رهبران دولت مردان و اعضای مذاکره کننده در تیم های مذاکراتی وزارت خارجه قول دادن که قاسم سلیمانی رو کتبسته به امریکایی ها بدن FATF رو امضا کنن. بعد هم البته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه این مسائل رو کذب محض و مغزشویی یا فریب افکار عمومی قلمداد کرد. واقعیت پشت این دعوای مضحک سر قاسم سلیمانی چیه؟ چرا اینها دوست دارن قاسم رو بزرگ کنن، اونوری ها هم سعی میکنن که پنهان کنن یا تکذیب کنن یا اساسا به این مسئله کاری نداشته باشن؟ من قاسم سلیمانی یک سیستم روابط عمومی فوق‌العاده‌ای رو داره. شما ببینید این آدم تبدیل به یک قهرمان افسانه‌ای شده، نه تنها برای جوانان سوری بلکه تحلیلگران بی بی سی که اونو سردار عارف هم مینامند و در حقیقت اگر قاسم نبود ما هیچی نداشتیم. این دیگه همه بینندگانی که اون ماجرای خنددار سردار عارف رو دیدن به خاطرشون هست. این طرف هم میدونه که با فشار با طرح اسم قاسم سلیمانی میتونه روی دولت فشار بذاره و دولت هم اعضاش میرن با قاسم سلیمانی عکس یادگاری میندازن. مثلا قاسم سلیمانی وقتی که رفت منزل جهانگیری برای عید نوروز چقدر این رو توی بوق کردند، حالا تصویر ایشون کنار مادر شهدای خانواده جهانگیری، و حالا آقای ظریف میره با قاسم سلیمانی کنارش و حتما عکس میندازه. و این تبلیغ، این در حقیقت این نوع رفتارها از منظری به ضرر دولت هم هست. وقتی که آقای ظریف میخواد بره این طرف اون طرف و خودش رو مثلا ناجی افسانه دولت مردم میخواد معرفی کنه، میگن که خب شما که کنار آقای قاسم سلیمانی که از منظر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی یک تروریست هست مینشینید. در حقیقت این بازی که به نظر من هر از گاهی اصولگرایان میکنند و باعث میشه که در حقیقت مقام های دولت به خاطر کارهایی رو مرتکب بشن که مصرف داخلی داره و در برداشت بیرونی چندان به نفع روحانی و ظریف نخواهد بود. ممنونم نیکو انگبر، میگردم بهت. اما آقای یدایی اگر همین شرایط رو نگاه کنیم، همین مسائل مالی و بحران ها و اشاره کردید به نقش مستقیم سپاه در چپاول دارایی های خصوصی مردم در قالب مؤسسات، آیا فکر میکنید رابطه ای بین این اتفاقات و سرمایه گذاری های منحصر به فرد سپاه قدس زیر نظر آقای قاسم سلیمانی از سلیمانیه عراق تا شمال و غرب بیروت وجود داره، تا جنوب و غرب بیروت وجود داره یا نه؟ ببینید نقش سپاه در اقتصاد خوبی مسئله بسیار مهمیه که دلایلی هم که واقعا باعث میشه، یکی از دلایلی که
سرمایه‌گذاری های استراتژیک در ایران نشه، چون نمیدونن اونها طرف معامله شون کیه. سپاه از موقعی که به خصوص وارد بخش نفت شد، یعنی از دهه 70 آرام آرام اومد و بعد قرارگاه خاتم قوی شد و اینا، این اختار رو همه میدادن که آقا وقتی سپاه بیاد به خاطر فعالیت های به اصطلاح تروریستی الیشون نمیذاشتن اینا، فعالیت های انقلابی سپاه تحت تحریم قرار بگیره، کل اقتصاد ضربه میخوره. این هست، یعنی ما واقعا نقش سپاه رو بعد میگن 30%، بعد میگن 40% اقتصاد دست سپاه. این مال داخل، یعنی واقعش اینه که وقتی که اولین بار اون چیزی که خیلی مشخص شد و به چشم خورد اون دو مسئله بود که زمان خاتمی بود، یکی به اصطلاح قرارداد ترکسل بود که سپاه مانع شد و ایشتن با MTN آفریقای جنوبی بستن. به خاطر چی؟ به خاطر که آفریقای جنوبی اون شرکت MTN میتونست تکنولوژی رادارهای هلیکوپتر و هواپیما و چیزهای اینها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده، برای همین اون رو به هم زدن. دوم قرارداد به اصطلاح فرودگاه امام خمینی که اون موقع راه افتاده بود، سیستمش رو داده بودن به ترک‌ها، سپاه اومد فرودگاه رو گرفت و نگذاشت. بعد از اون مشخص شد که چند تا اسکله مخفی دارن و و و و درست تا امروز ما میبینیم این مسئله داخل اقتصاده، یعنی سیستم مالی اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی به طور بسیار زیادی تحت تسلط سپاه. برمیگردیم به سرمایه‌گذاری خارج. اولا ماها هیچ نمیدونیم، یعنی ماها باید بریم بگردیم لای رسانه ها و اخبار این طرف اون طرف و اینها، جمع‌آوری بکنیم، واقعا کنار هم بذاریم تا مطمئن بشیم. ما هیچی نمیدونیم. ما الان که نشستیم اینجا صحبت میکنیم، مثلا امروز دوباره اعلامیه پخش کرده آمریکا به همون بحثی که اون دفعه کردیم، اون به اصطلاح پاسگاه مرزی تنف، التنف، اونجا دوباره که ما میزنیم شما رو، حتی گزارش بود یک ساعت پیش که دوباره زده آمریکا حرکت نجبا و آدمای جمهوری اسلامی. کلی مسئله است اونجا، ما خبر که نداریم. که برسیم به بحث مالی، این که شما اشاره کردید در عراق تمام سرمایه گذاری هایی که در عراق هست، ستاد ارتباط عالیه از شمال عراق تا جنوب هر چی هست، اینا زیر نظر سپاه قدس، به همین ترتیب در سوریه، به همین ترتیب در لبنان، در آفریقا شبکه های حمایتی برای اینا، یعنی شبکه های مالی برای حمایت، اصلا وزارت اطلاعات کلی به اصطلاح شبکه مالی داره، اینا همه زیر نظر سپاه قدسه. در آمریکای لاتین دارن. خب ما اینا رو کجا میگن؟ کدوم گزارشی میدن؟ تمام اینا شبکه مافیایی، اینو دنیا میدونه، اینا غرب میدونه و همه رو اینا رو بررسی میکنن، مطالعه میکنن، گزارش میدن. به ما که میرسه همین که ما میگیم سردار عارفتی کافیه، بقیه‌اش احتیاج نیست که بدونیم. که ممنونم آقای دایی عزیز، برمیگردم بهتون. اما آقای کوثر، اگر به این کلیت یه نگاهی بیاندازیم و باز برگردیم در خرم‌آباد، در کرج، در زاهدان، در تهران، در شهرهایی که در مشهد خصوصا کسانی که قربانی این طرح‌ها شدن یا این مؤسسات شدن و امروز دنبال پولشون می‌گردن، اینها چه دستاویزی دارن؟ واقعا کجا بایستی برن پولشون رو بگیرن؟ و چرا با متحسنین در مقابل در مقابل بانک مرکزی در میرداماد تهران یا در مقابل دفتر مرکزی مؤسسه آرمان در خرم‌آباد با پلیس ضد شورش و ضرب و شتم برخورد میشه؟ چرا جواب طلبکار از حکومت رو بایستی باتوم و ماشین آپاش بده؟ ببینید، دوره محصل انتخابات تموم شد، همه آزادی هایی که مردم دنبالش بودند توی همون دو سه هفته در طی 4 سال دورش تموم شد و آن دوره بازگشت به واقعیت‌های نظام جمهوری اسلامیه، واقعیت‌هایی که متأسفانه بخش عمده‌ای از مردم حاضر به زیر سوال بردن کوتاهی‌های نظام جمهوری اسلامی نیستند و به هیچ عنوان نسبت به پاسخ کردن این ساختار اقدامی نمی‌کنند و اگر اقدامی می‌کنند بیشتر یواشکی هست تا واقعی. به قول این مرحوم ابوالقاسم حالت، همیشه میگفت که این همیشه تو ذهنش هست که هر فرق رو فقط میشه زیر لحاف زد، متاسفانه. و ظاهرا کشور ما تغییر نکرده از در ذات خودش، و این نه فقط مربوط به زمان حال هست، بلکه همیشه همین وضعیت به نحوی تکرار شده. وقتی شما، من داشتم یک قسمتی از فصل برزویه طبیب رو در کلیه دمنه میخوندم و دیدم که نه، ظاهرا همیشه وضعیت خراب بوده به نحوی،
وقت اونجا که میگه میبینم زمان میل به ادبار دارد. این همیشه ما مشکل داشتیم و وقتی همینطور بیریم ادامه میدیم چیزها رو نگاه میکنیم، ما تا زمانی که نسبت به آگاهی هایی که امروز پیدا کردیم، ما که دموکراسی نداشتیم که در سده های گذشته، ما که آگاه نبودیم به خیلی از حقوق انسانی، ما که راجع به خیلی از مسائل فقط بر اساس تقلید مینگریستیم و نسل در نسل انگار ژنتیکی منتقل میکنیم، ولی الان ما در زمانه هستیم که امکان یادگیری داریم، امکان این رو داریم که بررسی بکنیم در کشورهای مختلف چه میگذره. وقتی انتخابات هست، خب ساختار انتخابات که در ایران به دنیا نیومده که، ما اختراعش که نکردیم که، دیده ایم که در کشورهای مختلف ساختارهای انتخاباتی و دموکراتیک به چه سیستمی عمل میکنن و دیده ایم که پاسخگو کردن سیستم از طریق یک پارلمان واقعی چه ارزشی داره. وقتی میبینیم که یک پارلمان میتونه چه بلایی سر یک دولت فاسد بیاره، وقتی میبینیم که یک روزنامه مثلا در دهه 70 چگونه میتونه فشار رو بر یک رئیس جمهوری بیاره که نیکسون با اون قدرتش در عرصه جهانی مجبور میشه 1974 بکشه کنار، و میبینیم که این ساختار دموکراتیک چگونه توانستن خودشون رو در لحظاتی که حتی به مسیر بدی هم رفتن اصلاح کنن. اما در جمهوری اسلامی چی؟ یک ساختار که حتی نمیشه گفت شبه دموکراتیک هست، نظامی ها حق دارن همه بلای سر مردم بیارن، نظامیانی که همه بلای سر منابع طبیعی چهارمحال بختیاری و خوزستان و اصفهان و کرمان آوردن و بعد آقای مثلا محسن رضایی میره به استان کرمان و تقدیر میکنه از پروژه انتقال آبی که باعث نابودی منابع آب و چشمه های چهارمحال بختیاری میشه، چشمه هایی که مردم خوزستان به اون آب احتیاج دارن. امروز میبینیم که مردم اهواز مجدداً دچار گرد و غبار شدن. گزارشی من میخوندم که به زودی اهالی تهران بایستی این طوفان‌های زیاد گرد و غبار رو تحمل کنن. چرا؟ نقطه مشترک که همه این چیزها رو وقتی نگاه میکنید دخالت یک ساختار فاسد با کمک نظامیانی هست که در تمام رده‌های قدرت وجود دارن و حتی نیروی، وقتی مثلا وقتی از نیروی انتظامی حرف میزنیم، نیروی انتظامی نقطه مشترک میتونیم بگیم دولت هست و ساختارهای دیگر. درسته. آقای کوثر، آقای کوثر، من معذرت میخوام شما رو نگه میدارم، ولی من نامه یک عزیزی رو از داخل کشورمون دارم که برای من فرستادن، بزرگواری کردم و در فیسبوک برای من فرستادن و نوشتن. البته خطابشون این هست که این نامه رو من در اختیار شاهزاده قرار بدم به که مطلع بشن، ولی محتوای نامه این هست که میگن من نه آدم سیاسیم، نه کاری به کار کسی دارم، خدا پدر شما رو به شاهزاده میگن بیامرزه. به هر حال ما اون دوره رو دیدیم، این دوره رو دیدیم. من تمام داراییم پس از اینکه خونم رو فروختم و به پسرم کمک کردم که مراسم عروسیش برگزار شه، 25 میلیون تومان برای من مانده، حالا چیزی که ایشون نوشته، که این رو در بانک گذاشتم. میگه نه سیاسیم، نه دنبال هیچ چیزیم و نه میتونم کاری بکنم. این خانم محسن نکتش اینه، میگه پول من رو از کجا برم پولم رو بگیرم؟ اینها به من جواب نمیدن، شاهزاده به من جواب بده. جواب چنین آدمهایی که امروز در ایران هستن رو ما چه باید بدیم؟ یعنی چه کسی، اینها از کجا باید وجوه خودشون رو دریافت کنن؟ هیچ کاری هم به همه این گفتمان سیاسی که من و شما در موردشون صحبت میکنیم ندارند. ببینید، یه تلفنی بعد از انجام یکی از این بعد از این تمام شدن یکی از برنامه‌ها، یکی از شهروندان عزیز زنگ زده بود به اندیشه و تلویزیون اندیشه و شماره تلفن اون شهروند محترم رو به من داده بودن که من به ایشون زنگ بزنم در ایران. وقتی زنگ زدم یک آقای محسنی بود که من یادم افتاد که مثلا در مقطع سالهای 75 76 77 ایشون رو مثلا در محدوده چیزر که اون موقع من زندگی می‌کردم می‌دیدم و از من کمکی خواست که من واقعا موندم من که این طرف دنیا هستم چه کمکی میتونم بکنم. اون هم نه فقط بر اساس حالا شرایطی که اونجا نیستم، بلکه بر اساس قوانین تحریم. من نمیتونم تحریم رو پیش کنم حتی اگر توانش رو داشته باشم. متاسفانه وقتی که کار به جایی میرسه که منی که این طرف دنیا هستم از من کمک خواسته میشه، من تنها کاری که میتونم بکنم مثل اون توتیان، در حقیقت داستان توتی و بازرگان مصنوی هست. ما تنها کاری که در این طرف دنیا میتونیم بکنیم روش رو بتونیم نشون بدیم. انتظار این که من نوعی بیام یک مشکل رو حل بکنم با توجه به اینکه نه اونجا هستم و نه دستی دارم در اونجا که بتونم با اون ساختار اصلا
قرابتی ندارم، تنها کاری که من میتونم بکنم این است که بر اساس چیزهایی که این طرف دنیا داریم میبینیم تجربه ها رو نشون بدیم، بیایم واقعی به قضیه نگاه بکنیم. درست. اون شهروند عزیز یک قربانی هست. اون قربانی، برای من سوال این هست، چرا مردم در ایران حاضرند میلیاردها میلیارد تومان در ماهای خاصی از در ماهای قمری خاصی هزینه کنند، اما حاضر نیستن پول بذارن رو هم و این افراد آبرومند رو که دوچار چنین بحرانایی شدن رو کمک کنن؟ این یک مسئله مردمی هست فراتر از یه مسئله دولتی، مسئله حکومتی. مردم بایستی به همدیگه کمک کنند. ببینید، شما یک همیاری هایی رو شما میشنوید در هنگامه جنگ مثلا جهانی در اروپا شکل گرفته بود، در مردم بلژیک چطور به هم کمک میکردن، مردم فرانسه چطور به هم کمک میکردن به طور دوزکی زمانی که اشغال شده بود سرزمینشون. ما سرزمینمون به وسیله یک گروه امامه به سر قاعدتا اشغال شده. متاسفانه ما در پدران و مادران ما در یک مقطعی به اینها رأی آری دادن. حالا فرض میکنیم 98% دروغ باشه، کما اینکه بر اساس صحبتایی که میشه واقعا هم دروغ بوده، نمیتونستن 98% رأی بدن. اما فرض بکنیم درست باشه، اون پدران و مادران ما یک مسئولیتی دارن. اون مسئولیت رو حالا نگاه بکنن که چطوری میتونن به همسایه خودشون، به همسایه آبرومند خودشون کمک کنن. چرا فقط انتظار داریم معجزه صورت بگیره؟ درست. وقتی ما نخواهیم کمک بکنیم، الان ببینید چهار ماه الان مثلا سیستان و بلوچستان دو مرتبه وقتی بادهای طولانی صورت بگیره روستاهای زیادی میرن زیر شن و ماسه. آیا فکر میکنید بسیاری از شهروندان تهرانی که امکانات بیشتری دارن حاضرن کمک بکنن به هموطنان سیستان و بلوچستان؟ چند درصد کمک میکنن؟ اینو فقط دولت نگیریم، ما خودمون باید خودمون رو درست کنیم. من جسارتا ببخشید این حرف رو زدم، ولی اعتقاد دارم به این. بی نهایت ممنونم آقای کوثر عزیزم. آقای عبدالطیب، این جمله رو هم اجازه بدید اضافه کنم، صحنه‌هایی رو هم که دوستان نشون دادن، برخورد خشن نیروی انتظامی با معترضی نیست که فقط سرمایه خودشون رو میخوان، استفاده از ماشین آبپاش و تجهیزاتی که بعد از وقایع سال 88 به عنوان تجهیزات ضد شورش از چین خریداری شد و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت، امروز برای سرکوب گسترده مردم در شهرستان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیره. آقای دایی عزیزم، آقای کوثر در فرضی از صحبتاش اشاره کرد به هزینه‌های چند میلیارد تومانی مردم در برخی از ماه‌های قمری خاص، اشاره مستقیم بود به نذورات و نذری دادن در ماه‌های مثل همین ماه رمضان که الان در اون هستیم و البته محرم و صفر که خب مردم هزینه‌های در این زمینه انجام میدن. مشخصاً کمیته امداد صحبت از اطعام 250,000 شهروند فلسطینی در غزه در ایام ماه رمضان میکنه، در حالی که با سیل گرسنگان در ایران روبرو هستیم. همین موضوع، یعنی سیل گرسنگان در ایران و اطعام 250,000 فلسطینی از سوی کمیته امداد، تیتر یک روزنامه کیهان لندن هم همین دو روز گذشته بود. نظر شما رو بدونم، واقعا چرا حماسی ها چطور دوباره توانستن بعد از رأی دادن، بعد از ابراز نظر مثبت کردن به مرزهای بین المللی مورد تایید اسرائیل، بار دیگر نظر مستقیم و مثبت رهبر جمهوری اسلامی و البته منافع مادی برآمده از این نظر رو به سمت خودشون جذب کنن؟ راستش من اولا نمیدونم که واقعا جناح مثلا روحانی و اینا نه قدرتش که ندارن، قدرتش که معلومه ندارن که در مسائل منطقه و کاری که در خارج کشور صدور انقلاب و اینا دخالت بکنن، مثل به اونا رب نداره. حالا قدرت هم داشته باشن میخوان که نباشه، چون اینا میدون حرفی که ظریف زد، گفت اگر قدرت ما در سوریه و آقای سلیمانی نبود، ما اصلا در مذاکرات هسته‌ای نمیتونستیم به نتیجه برسیم. یعنی چی؟ یعنی پشتوانه ما هم که میرفتیم اونجا لبخند میزدیم امتیاز بگیریم، کاری بود که در سوریه میکردیم، سیاست های ما در منطقه است. بنابراین هر دو جناح در مورد صدور انقلاب به اعتقاد من توافق دارن، در بخصوص در خاورمیانه و در جهان اسلام. در این مورد من نشانه هایی نمیبینم که زیاد تفاوت عمده ای داشته باشه. حالا یه جا میگه اون کمترش کن، یه جا بیشتر. مثلا به عنوان مثال من مثال بدم خدمتتون، غنا تو آفریقا، خب اولین کشوری که برای اینا مهم بود از نظر، چون می‌دونید در آفریقا اینا نزدیک به 20 کشور جامعه المصطفی دارن، کمیته امداد هست اونجا، جهاد سازندگی هست، کلی در این کشورها پول خرج میکنن.
مهمترین کشور برای جمهوری اسلامی از پایگاه نیجریه بود، چون اونجا چند میلیون شیعه داره و جنبش مسلمان نیجریه بود و اینا، تا اینکه اون رئیسشون شیخ زکزاکی رو دو سال پیش ارتش دخالت کرد و سرکوب کردن، دستگیر کردن، کلی هم از اونا کشتن و خوابید یه مقدار، یعنی یه مقدار امید جمهوری اسلامی از نیجریه لااقل کوتاه مدت کم شده. دومیش قناست، قنا. در قنا از زمان احمد نژاد اینو شروع کردن، رفتن اونجا دانشگاه اسلامی قنا رو درست کردن در کانو، بعد اونجا دو تا حوزه علمی بزرگ دارن، یه بیمارستان بسیار بزرگ، هلال احمد، هلال احمد شما نمیدونید تو آفریقا داره چیکار میکنه، یه بیمارستان بسیار بزرگ به نام ایران کلینیک تو قنا دارن. خب اینا همه در زمان احمد نژاد بود. وقتی که روحانی اومد، اولین رؤسای جمهوری که اومد اینجا، رئیس جمهور قنا بود. اصلا فیلمش هست که کلی در حضور خامنه‌ای قرارداد امضا کردن، تمام قراردادام قرارداد مثل اینکه مثلا جمهوری اسلامی قرارداد اقتصادی ببنده با حزب الله لبنان، یعنی که این ولی چیز بدن دیگه، چه قرارداد اقتصادی مثلا قنا چی داره بده به جمهوری اسلامی؟ قنا موقعی که تحریما بود مقدار زیادی برای اینا قاچاق طلا میکرد، چیز دیگه نداره که. کلی قراردادهای یه طرفه اقتصادی که بتونن اون دانشگاه اسلامی شون حفظ کنن، کلینیک مجانی با بهترین تجهیزات تو اونجا هست. بنابراین منظور من اینه که کاری که کمیته امداد میکنه، حالا مهمترین شاخصش تو سه کشور عراق و سوریه و لبنان خیلی کار میکنن اینا، تو آفریقاش خیلی کمتر میگن، یکی کمیته امداد، بعد هلال احمد میزانی جهاد سازندگیه، بعد اون به اصطلاح جامعه المصطفی و مجمع جهانی اهل بیت و نمیدونم سازمان فرهنگ و ارتباطات کلی دارن پول خرج میکنن. بنابراین دولت نه تنها قدرتی نداره، بلکه من ندیدم جای مخالفت بکنه. عرض کردم در مورد قنا، من دیدم قراردادهایی که روحانی با اینا بس، یعنی امتیازاتی که داره میده، خیلی شیرینتر و چربتر از دوران احمد نژاده. پس در حقیقت شما معتقدید که خود دولت خواهان این هست که این کمک ها رو به خارج از ایران بفرسته ولی در ایران هزینه نکنه. ببینید یه بخشی هست اینا میدونن، ببینید اینا وقت که به اصطلاح میدونن که دخالتشون در سوریه، در لبنان، جبهه مقاومت، خط مقاومت، این اگه فرو بپاشه، اینا نتونن اون قدرتی که دارن تو منطقه این بریزه و شکست بخورن، کل نظام ضربه خورده. بنابراین یک چارچوبایی رو هر دو جناح موافقن، دخالتایی که کجا مثلا جواد ظریف یا حسن روحانی اومدن در مورد مثلا دخالت در سوریه، دید که ما دخالت در سوریه رو توجیه هم که روحانی بهش افتخارم که، جواد ظریف هم همین حرفو میزنه، دفاع میکنن. بنابراین من هیچ جا ندیدم که مخالفتی باشه. ممکنه یه جایی بگم مثلا تنش با عربستان رو کم کنیم، این حرفو میزنن، یا مثلا این جناح میگه تنش با آمریکا رو کم بکنیم، ولی صدور انقلاب در آمریکای لاتین، در کشورهای اسلامی، اینا یه چارچوبایی که من فکر میکنم که جناها، همه جناها در کلیتش با هم توافق دارن. ممکن سر یه جزئیات اختلاف داشته، من خبر ندارم. بی نهایت ممنونم آقای دایی عزیزم. همکارانم آقای کوثر در حین صحبت آقای دایی تصاویری از نحوه اطعام مردم در ایران رو پخش میکنن، الان دارید نمونه هایش رو میبینید، شهروندان ایرانی هستند و برخورد کسانی که این نظریه ها رو پخش میکنن، حالا من نمیدونم بگم این برخوردها همونجور که شما گفتید برخورد و رفتار کسانی است که یک مملکت رو در حقیقت اشغال کردند با شهروندان کشور. من در دوران جنگ جهانی دوم زندگی نکردم و ندیدم که در کشوری مانند فرانسه، آلمان ها چه کردند. از شما بشنویم که این رفتارها، این هزینه کردها، این بریز و بپاش ها، این تحقیر اجتماعی که به مردم در قالب صدقه و نذری تحمیل میشه چراست و چگونه مردم رو و کرامت مردم رو نشونه میگیره؟ ببینید من یک نکته رو اعتقاد دارم، این است که ما کشور ثروتمندی هستیم، ما ملت ثروتمندی هستیم، علارغم تمام مشکلاتی که داریم به خاطر مدیریت منابع، اما ما در کشورمون ثروت کم نداریم. اما چرا اینقدر اختلاف وجود داره؟ آیا همش تقصیر دولته؟ به نظر من نه. مسئولیت فردی کجا میره؟ مسئولیت اجتماعی کجا میره؟ آیا ما توجه نباید بکنیم به اینکه گروه‌های مختلف اجتماعی از نظر مالی
در چه موقعیتی هستند؟ چرا بایستی الان به قول معروف اختلاف طبقاتی اینقدر زیادتر بشه؟ وقتی شما میبینید یک طبقه جدید تازه به دوران رسیده های سپاهی رو دارید که بچه های اینها میان و به قول معروف ماشین های آخرین مدل رو سوار میشن، در همون دوره احمدی نژاد میفهمیم که پولی رو که قرار بوده صرف خرید دارو بشه، به خاطر اینکه ممکن بود یک کمی پول معطل بشه، اومدن و مثلا مازراتی وارد کردن. خب دارو، بعد اون وقت میان تبلیغ میکنن که آره به خاطر تحریم دارو یک عده تحت شرایط بدی قرار گرفتن. ببخشید کدوم دارو تحریم بوده؟ اصلا داروها رو اصلا بحثای تحریم دارویی وجود نداشت. تحریم های بانکی هم که وجود داشت راههایی داشت برای گذر از اون، اما جماعت به خاطر سود بیشتر رفتن و میلیاردها دلار ماشین های آخرین سیستمی خریدن که فقط به یک گروه ویژه میرسه. وقتی مثلا نگاه میکنید که در کل جهان چقدر فروش پورشه بود و در ایران چقدر فروش پورشه بوده، خب این خیلی سوال بزرگیه. مگر اینقدر نیاز داشتن مثلا یک طبقه ویژه که حتما پورشه سوار شن؟ بعد نگاه میکنید میبینید این پولی بوده که بایستی صرف خرید دارو میشده، ارزی بوده که اصلا تخصیص داده شده برای خرید دارو. اینها رو که نگاه میکنید یک سیستم فاسد از درون یک مجموعه سالم اجتماعی بیرون نمیاد. معمولا درسته که سیستم های بسته رو به فساد میرن، اما نه دیگه تا این حد. از طرف دیگر وقتی شما به نگاه مثلا ماکیاولی رو ببینید به ساختارهایی که از مذهب استفاده میکنن، میبینید که چطوری توضیح میده که چطور میتونن دهانها رو چگونه ببندند با مقدس کردن همه چیز. همین قضیه در ایران اتفاق افتاده. چرا بسیاری از مردم حاضر نیستن خیلی از مسائل رو زیر سوال ببرن؟ مگر انتخابات در ایران امر مقدسی است که همه باید بهش معتاد بشن؟ نه، حق انتخاب یک حق، هر کسی نمیتونه مجبور باشه عادت بکنه به اینکه فقط به خواسته حکومت رای بده. اما وقتی میبینید که درصد زیادی از شهروندان کشور در این محدوده 38 سال به دنیا اومدن، بزرگ کردن و رشد کردن، میگم واقعا من میخوام تکرار نکنم ولی آدم یاد ماجرای 1984 میفته، نسلن در نسل در با تعاریف این سیستم بزرگ شدن و وقتی هم میان خارج از کشور یه عده‌شون میبینید که واقعا انگار به طور مثل آدم کوکی میرن به سمت چیز بقول معروف سفارت خونه های ایران و یا مرکز دفتر حافظ منافع، نکنه اگر من شرکت نکنم اون یکی بشه. بعد نهایتا میبینید که بازی چقدر قشنگ انجام گرفته و دو مرتبه تا 4 سال بعد یک استراتژی بعد چه شکل میگیره. من این نکته رو اینجا میخوام اضافه بکنم، ببخشید. بحث سپاه مطرح شد. چند روز پیش در مرکز در American Enterprise Institute یک جلسه برگزار شد راجع به قدرت ایران در آینده و نسبت به خود منطقه و بحث سپاه مطرح شد. نکته جالب که اونجا صحبت شد این هست که سپاه تو هر قسمتی که وارد شد اومد خودش رو تحمیل کرد، اما نهایتا موفق نشد. از منظر نظامی اومده مثلا در سوریه 6 سال داره کار میکنه، بله حکومت بشار اسد رو نگه داشت و مانع سقوطش شد، اما موفق نشد به نتیجه که میخواد برسه. در اثر کار سپاه در عراق دیدیم که چگونه بخشی از نیروهای نظامی اهل سنت پیوستند به القاعده عراق و بعداً از حالا به صورت به شکل دیگر داعش رو دیدیم تشکیل شد. اثری که سپاه داشت در منطقه اصلا آثار منفیش رو شما میتونید ببینید، حالا چه در اقتصاد مملکت، چه در سیستم بانکداری، چه در پیمانکاری و چه در مسائل ساخت و ساز، سپاه فقط داره آسیب میزنه. و نکته جالبتر این است که بخشی از مردم از ترس قدرت گرفتن سپاه میرن در انتخابات شرکت میکنن و بعد دست دولت عملا همیشه بسته است برای اینکه مانع سپاه بشه و دولت نهایتا با تمام ادعایی که مثلا آقای روحانی میاد نسبت به پیمانکاری سپاه میکنه، دو مرتبه قراردادهای عمده و چند ده میلیارد دلاری رو برمیگردونه به سپاه. ببینید در پارس جنوبی چه مجموعه داره بیشتر کار میکنه. در سدهای مختلف، سد گوتوند شاهکار کی بود از نظر ساخت و ساز؟ سدهای دیگر، سد کرخه سپاسد بود،
خاتم الانبیا و جاهای دیگه سیستم انتقال آب رو که داره انجام میده. همه اینا رو که نگاه میکنید میبینید یک مجموعه داره تیشه به ریشه مملکت میزنه و هر جایی هم که عمل میکنه بد عمل میکنه. بی نهایت ممنونم. درف برای گفتن ندارم آقا، اونجوری نگاه نکنید. ولی آقای دایی، آقای کوثر، اینها رو همه رو در کنار هم چیدند. به هر حال فردا و پس فردا و پس اون یکی فردا شبهای مراسم گرامی داشت روح الله خمینی، 28مین سالگرد در گذشت روح الله خمینی در تهران هست. در حقیقت هم حکومت علی خامنه‌ای در مقام رهبر بلا منازع ایران فردا 27 فردا پس فردا 28 ساله میشه. اگه یه نگاهی بکنیم به این مناسبات، آیا فکر میکنید که کفه کدام یک از این دو، روح الله خمینی یا علی خامنه ای، در همین حالا سنگین تره در جنایت علیه مردم ایران؟ طبیعتا خمینی، گرچه قابل، یعنی میدانی نیست که آدم بخواد جنایت رو بالا پایین بگذاره. یعنی هر دو اینها رهبر یک سیستمی هن که مملکت ما رو نابود کردن و دارن نابود میکنن. خمینی واقعش اینه که اصلا از نگاه، اگه بیام یه ورقه کاغذ بگذاریم ببینیم چه بر سر این مملکت اومده، از نظر فرهنگی، از نظر محیط زیستی، از نظر اقتصادی، انسانی، برای نسل‌های آینده، اصلا قابل درک، یعنی باور نکردنیه. با هیچ سیستمی نمیشه مقایسه کرد. ببینید کشور ممکنه حکومت‌های باشه همین الان خیلی بد باشن، هیچ کشوری رو کره خاکی نیست که از اونجا به اینجا رسیده باشه. هیچ کشوری وجود ندارم چیزی، یعنی این میزان سقوط رو نیده. سقوط، ما سقوط کردیم، این میزان از سقوط هیچ جا نبوده. کشتار، حالا این راندمان و کارنامش، ولی اون چیزی که من فکر کنم بالاتر از این قرار میگیره همون مسئله که آقای نیکوهنگم در مورد وظایف شهروندی اینها گفتن. بذاریم یه مثال بذارم سر همین مسئله دزدی ها، همین جنایت ها. وقتی آدم دزد مال مردم خوری که 3000 میلیارد تومان، نمیدونم چند صد میلیون دلار پول رو خاوری ورداشته ورده تو کانادا، بعد ایرانی ها میرن با شریک میشن بیزینس میکنن، خودش میدونه که ایرانی ها کاریش ندارن که پشت رفته تو اونا، رفته یه خونه 3 میلیون دلاری تا رسیده خریده، برای اینکه میدونه اون همسایه های ایرانی کاریش که ندارن هیچی. صبح ببینه میگه حاج آقا سلام، التماس دعا هم دارن. این فرهنگ درست، این سقوط رو من دارم میگم. من میخوام بگم ماهایی که هفت سین میگذاریم، ماهایی که چهارشنبه سوری داریم، ماهایی که افتخار میکنه به ایرانی بودنمون، ماهایی که اومدیم 5 میلیونمون در خارج کشور، ارزش های دموکراتیک و انسانی رو داریم میبینیم، رفتار انسان ها رو میبینیم، به عنوان ایرانی، به عنوان انسان نگاه بکنیم به حکومتی که خمینی گذاشته و خامنه‌ای داره ادامه میده، اون موقع تفاوت رو میبینیم. اون موقع باید یه مقدار با خودم تعامل بکنیم، به عنوان یک انسان و یک ایرانی ترد بکنیم. هیچ انسانی نمیتونه ادعای انسانیت و ایرانیت بکنه و به نوعی با خمینی همبستگی ببینه بین خودش و خمینی. بنابراین وقتی آقای موسوی میومد میگفت که خمینی مثل یک کوهیه که برای درک عظمتش باید ازش دور بشیم، همین چند سال پیش میگفتنشون، خب این معناش اینه که ما و شما دو فرهنگ متفاوت داریم، دو دنیای ارزش‌های متفاوت داریم. ما وقتی به خمینی و خامنه‌ای نگاه می‌کنیم و به این نظامی که مملکت ما رو به این روز انداخته که در قرن 21 مردم ایران حق پوشش لباس خودشون ندارن، آب برای آشامیدن، هوا برای تنفس، دارو برای بیمارشون، آینده فرزند، هیچی ندارن، هیچ جای دنیا بهشون احترام نمیذارن. این حکومت، ما نمیتونیم به روحانی احترام بذاریم، ما نمیتونیم پیوند، احساس پیوند، ببینید بحث من اینه، احساس پیوند میخوان بدن ما رو با این حکومت، با این نظام. شما میدونید چرا این اصلاح طلبان حکومتی خمینی رو بهش زیاد حمله نمیکنن؟ برای اینکه خمینی سمبل تمام ارزش‌های کل این حکومته. اگه او رو مورد حمله قرار بدن، اون رو طردش بکنن، دیگه اصلا نمیتونی شما حتی با روحانی هم رفیق و دوست بشی، بهش احترام بذاری. بالاخره اونم بخشی از اون سیستمه. شما وقتی بیای خمینی رو بشناسی، کل سیستم رو شناختی، ازش دور میشی.
برای همین اینا نمیان قتل عام زندانیا صحبت کنن، برای همین در مورد خمینی و جنایاتش نمیان حرف بزنن، برای که خمینی سمبل این نظامه. وقتی شما این نظام معرفی کنی، ازش دور بشی، نفرت پیدا بکنی، نمیتونی با عشق علاقه بری اکثر اصلا روحانی رو ببوسی، بهش احترام بذاری، نمیتونی به من هنرمند بری ازش دفاع بکنی، نمیتونی بهش دخیل ببندی، عکسش تو ماه ببینی. بنابراین تفاوت عمده، درسته بسیار تفاوت عمده ای نیست، ولی طبیعتا نظامی رو که بنیان گذاشت ایران رو کشید پایین. ببینید خمینی وقتی که اومد دو انتخاب داشت، سال 60-59 یه انتخاب اساسی داشت کل نظامش، یا باید میرفت کنار، یعنی میمد انتخابات آزاد میپذیرفت با به جامعه تهمی داد، یا به زور تحمیل میکرد. برای اینکه خوش به زور تحمیل کنه چیکار کرد؟ جامعه رو کشید پایین، جامعه رو چند صد سال کشید پایین، له کرد، نابود کرد، کشید پایین تا بتونن آخونده حکومت بکنن. برای من تفاوت در اینجاست. بی نهایت ممنونم آقای دایی. نیکا هنگ، آقای دایی به قشنگترین نوع ممکن روح الله خمینی رو 28 سال بعد از مرگش توصیف کرد. همین الان در جنوب شهر تهران بارگاهی ساخته شده که تصاویرش رو باز همکاران هم داشتن نشون میدادن، در مقایسه با چپرها و زاغه هایی که هموطنان محروم من و تو در اون زندگی میکنن. این مرد آیا شایسته این جبروتی که به عنوان آرامگاه برای ساختن هست و اینکه فردا عالی‌ترین مقامات همین رژیم در محل مقبره او جمع خواهند شد و به سخنرانی های پرتمطراق علی خامنه‌ای رئیس جمهور و احتمالاً هو و هو کشی های گروه نمیدونم از شما بشنویم. من خاطرم هست که از دوستانم در ایران راجع به قبر خمینی میگفت گور پدر احمد، منظور احمد خمینی، و همیشه همینو میگفت و نهایتاً احمد خمینی هم شد یادگار امام و میگفت حالا گور پدر پدر حسن خمینی. ببینید ماجرا خیلی ساده است. ما شاهد یک سیستم ریاکار هستیم که مانع رشد کشور شد، مانع رسیدن کشورمون به حدی شد که لایقش بود، و برای اینکه مردم جلو نرن، کسانی که قد برافراشته بودن و بلندتر از سیستم بودن سرا رو بریدن که همه همسطح بشن، و این همسطح شدن هی به سمت پایین رفتن شد. کشور ما وقتی عکسای ماهواره‌ش رو نگاه میکنید، زاگرس رو ببینید، البرز رو ببینید، جنگل‌های هیرکانی رو ببینید در مازندران و گیلان، چه بلایی سرش اومد، در چه دوره‌ای این اتفاق افتاد؟ در همین دوره جمهوری اسلامی منابع آب زیرزمینی در چه دوره‌ای از بین رفت؟ هیچ وقت کشور ما حتی در دوره مغول اینقدر تخریب نشد. اگر مغول رو بگیم تخریب کننده بودن، هیچگاه به این اندازه نشد. آقای خمینی به نحوی یک سردار ارتش مغول میشه باش مقایسه کرد. ایشون برای جان انسان ها ارزش قائل نیست. وقتی اون نامه‌ای که حالا دستخط من داشتم، دستخط احمد خمینی و خمینی رو مقایسه میکردم، خیلی واقعا منطقی به نظر میاد که نامه رو خود احمد خمینی نوشته باشه و خودش هم دو مرتبه زیرش جواب داده باشه، مثلا از خمینی هم خواسته آقا بابا تایید میکنیم، انگشتری خودش رو یک مهر زده و تایید کرده. شما ببینید در تابستان 1367 چگونه چند هزار نفر رو در سه هفته از بین بردن با حکم خمینی. بعد اینها میترسن راجبش صحبت کنن. سال 1389 وقتی من با خانم زهرا رهنورد گفتگو کردم و راجب اعدام ها، ایشون گفت این جنایتی است که با هیچ رقم آب حوض کوثر نمیشه اون رو شست. حالا حوض کوثر به من ربطی نداره به فامیلم، ولی در هر صورت من هر گونه مسئولیت رو نسبت به اون تکذیب میکنم. اما شما ببینید این جنایتی است که زهرا رهنورد بالاخره به زبان میاد از بس ازش سوال شده. باید سوال کرد. مطابق به من نوعی اون سال حمله میشد که چرا این سوال کردم، به خانم رهنورد حمله شد که چرا جواب دادی راجع به جنایت ها. همه میدونستن درون این سیستم، اما همه تصمیم گرفته بودن ساکت باشن. بالاخره نوار
آیت الله منتظری اومد بیرون که بر اساس اون چیزی که دیدیم ایشون احمد منتظری رفت زندان و اومد بیرون، من حتی یک زمانی ممکنه میگم ممکنه بعضیا به این نتیجه برسن که اصلا این نوار رو به نحوی آیت الله خامنه ای راضی هم بوده که پخش بشه برای خمینی زدایی، برای اینکه به نفعش بشه به نحو از منظری آیت الله خمینی براش قبه و بارگاهی درست کردند که لیاقتش رو نداره. یک جنایتکار، یک جانی، یک کسی که ارزش‌های انسانی رو از بین برد، یک کسی که آزادی‌ها رو در ایران از بین برد، کسی که بخش عمده‌ای از مردم ایران رو در فریبشون نسبت به موقعیت قبلی از بین برد. یک صحبت خوب ایشون مثلا کرد در بهش زهرا، گفت بله پدران ما 40 سال پیش نظری داشتن، حالا چرا ما بایستی هزینه‌شو بدیم؟ و الان همین وضعیت ماست. 38 سال پیش پدران ما اومدن یک رأی آری دادن بدون اینکه بدونن قانون اساسی چی هست، بدون اینکه بدونن قانون اساسی جمهوری اسلامی چی هست، یک چک سفید دادن و بعد عادت کردن، انگار بدهکار بودن به این سیستم که همینطور باید بهش رأی بدن. ببخشید، ما طلبکار سیستم باید باشیم. شما ببینید اصلاح طلبان در طی این دوره انتخابات چه کردند؟ اومدن سطح مطالبات رو پایین‌تر آوردن. ما ببخشید، ما باید سطح مطالبات ببریم بالاتر برای اینکه کشورمون رشد بکنه. ما باید بهتر بشیم، نه که تن بدیم به هر خفتی. و به نظر من بزرگترین کاری که خمینی کرد و متاسفانه مردم ما تحت تاثیرش قرار گرفتن، خفیف شدن رو تبدیل به یک عادت کرد. بی نهایت ممنونم نیکوهنگ عزیز. آقای دایی، چند دقیقه کوتاه تا پایان برنامه فرصت داریم، یک جنبندی از اون چی که امروز بعد از این همه سال مملکت ما درش گرفتار، یعنی کودکانی که اون سالی که خمینی فوت کرد به دنیا آمدن الان 28 ساله 29 سالن، در زندگی و معاش با مشکل مواجهن اگر پدرشون وابسته حکومتی نبوده باشه و آقازاده محسوب نشن، این شرایط رو چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا این ویرانی ها در کوتاه مدت قابل جبرانه؟ خب طبیعتاً اگه حکومت بره کنار، امکاناتی که در این مملکت هست، ما کشوری هستیم تحصیل کرده زیاد داریم، میشه از زیر بار این فاجعه آرام آرام بیرون اومد. ولی باور کنید، شما میدونید، ما میدونیم، من فکر کنم خود خیلی از اینام که تبلیغ نظام مکان میدونن، تا وقتی که این بساط هست، این بساط فریب هست، 20 سال دکان باز کردن، این بره اون بیاد اون بره، دیگه اصلا دیگه ببینید وعده وعید هم نیست دیگه، این دفعه روحانی سنج هم نیست. یادتونه دفعه قبل یه روحانی سنج درست کردن، یه 100 روز 200 روزی مردم رو سر کار گذاشتن، فکر کردن روحانی میخواد کاری بکنه مثلا، این دفعه اونم دیگه مجبور نیستن حساب پس بدن. میگم آقا چی شد؟ بابا همین که رئیسی نشد کافیه دیگه، شما چه انتظاری دارید؟ همین که ما سوریه نیستیم کافیه. روز به روز داریم ما میریم پایین، روز به روز ما داریم میریم پایین. ما پناهنده ایرانی داریم در افغانستان، باورتون میشه؟ تو جزایر استرالیا، این مملکت داره روز به روز سقوط میکنه. بنابراین من فکر میکنم هر کسی میتونه نگاه بکنه به نجیر خوش بشه. من اعتقاد دارم تنها راه این که ما بتونیم مملکت رو بازسازی بکنیم، بسازیم، مملکت خودمون باشه از این فاجعه، میگم که این حکومت بره. تا وقتی که هست امید هیچ تحول که نیست، هیچ روز به روز پایین تر میره. میگید نه، نگاه بکنید به 20 سال گذشته. متشکرم آقای دایی عزیزم. نیکوهنگ، 2 دقیقه تا پایان برنامه، اگر بخوایم همه این حرفا رو بگذاریم کنار، بپردازیم به دست گل تازه آقای ترامپ در لغو معاهده اقلیمی پاریس. ببینید، آقای ترامپ قبل از انتخابات هم این رو گفته بود که به دنبال این هست که یک تغییراتی عملا انجام بشه که به ضرر بیزنس ها و بخش اقتصادی و کار به قول معروف تجاری و صنعتی آمریکا تموم نشه. اما متاسفانه ایشون جز کسانی هست که در حقیقت سر حرف خودش باقی موند. هر چقدر بگیم که آقای اوباما و یا آقای روحانی سر حرف خودشون باقی نمونن، ایشون کاش که راجع به این سر حرف خودش باقی نمونن. اتفاقی که داره میفته اینه که برخی معتقدن که با اندک تغییری در معاهده پاریس که آمریکا از منظر تجاری و اقتصادی ضرر زیادی نکنه، ممکنه دو مرتبه آمریکا برگرده به ماجرا. اما اینکه یک کشور اینقدر تاثیرگذار باشه، خب متاسفانه هست و آمریکا بخش‌های صنعتی مختلفش به دلیل تولید بیش از حد گازهای گلخانه‌ای و نیز از طرف دیگه به خاطر خود سیستم
خودروسازی و اینکه دائم داره خودرو اضافه میشه و خودروهایی که گاز کربونیک اضافه میکنن به جو، و همینطور یک چیز دیگه مصرف بسیار بالای گوشت گاو که باعث میشه متان بیشتری اضافه بشه به جو، چون گوشت گاو برخلاف گوشت مرغ گاوداری ها متان زیادی اضافه میکنند به جو، و این باعث میشه که گرم شدن زمین تسریع بشه. اگر آمریکایی‌ها حاضر بشن تغییراتی در ساخت و ساز حالا مصرف داشته باشن، ممکنه حتی این توافق که بالا آمریکا داره ازش کنار میشه، دولت آمریکا بتونن تغییر نگاه کنن. اما میگم این باز چیزی است که هم مردم آمریکا بایستی روش اثرگذار باشن و دولت هم در چارچوب منافع ملی به قضیه نگاه کنه، و به نظرم اشتباه بزرگی هست خروج از معاهده در حقیقت محیط زیست محیطی که در پاریس امضا شد. بی نهایت ممنونم نیکو انگ کوسر، سپاسگزارم از آقای دایی عزیزم در کانتیکت، همچنین از شما نیکو انگ عزیز در واشنگتن دی سی که ما را